اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت همه شما. خوشحالم از اینکه خدمتتون هستم. تبریک عرض میکنم این ایده بزرگ رو. در روایت ما با عنوان قدیر دوم ازش یاد شده و از آنجا که سال روز آغاز امامت امام حی حاضرمونه اهمیتش رو دوچندان میکنه. نمیدونم این حسی که دارم میتونم بهتون منتقل کنم یا نه، از این جهت که یکم فکر کنید الان ما زمان امام علی زندگی میکردیم، بعد توی همون واقعه قدیر قرار گرفته بودیم و اعلام میشد که بالا بود از اول حالا بد شد الان خوبه سلامت بشه. و جلوی چشمان ما این اتفاق می افتاد که بعد لیوان آب بریزه، امیرالمومنین علی علیه السلام به امامت برسه. خب همین الان یه امام حی و حاضر و زنده داریم، چرا اون حس رو نداریم؟ به خاطر اینکه یه خورده احساس میکنم توی شناخت امام زمان دچار مشکلی. نمیخوام خیلی سختش بکنم. اولا من دو تا نکته عرض بکنم. یه درخواستم اینه که تا جایی که میشه این پروتکل های بهداشتی رعایت بکنم. میبینم همه تون عزیزان ماسک زدید، تا جایی که میشه با فاصله بایستید. یک سری هم انسان بیمار وجود دارن، میان یه تصویر میگیرن، عکسی میگیرن، فردا یک جریان رو زیر سوال میبرن، میگن اینا که حالا مثلا امام زمانه این چیزا رو اعتقاد ندارن و قبول ندارن و نمیدونم چی. این امام صادق علیه السلام فرمود مایه زینت ما باشید نه مایه آبروریزی ما. یه کاری کنید مردم به واسطه شما میگن باری کلا ببینیم شیعه کیان، نه اینکه برعکسش باشه. از این جهت حتما کادر درمان زحمت میکشن، شب و روز ندارن، یک سال و نیمه و وظیفه شرعی و عقلمونه رعایت بکنه. یکی دیگه هم که توی شیراز صحبت کردن سخته، بعد اینکه شما خیلی حوصله ندارید. البته این مسابقات جهانی نشون داد که مسابقات کشتی نشون داد که نه اینجوری هم نیستش. ما حتی کشتی آروم هم نمیگرفی، های گرایی انقدر میپرید این ورانور یه فنایی میذارد که من اصلا اولین بار اونجا شنیدم، اونم سنجام پرنده و اونم کرگدن خزنده و اونم چیزهای عجیب غریبی. دمتون گرم خدا وکیلی. و این نشون داد که اینم البته برمیگرده به همون تنبلیتون ها، به چی؟ اونم که با دوشک معنوسید، برام رو دوشک کشتی خیلی خوب نتیجه گرفتید. خب بله من. بله اصلا تمام دانشمندا تنبل بودن، حوصله نداشتن کار بکنن، میرفتن اختراع میکردن. خب بله، شیراز شهر ادب، هنر، شعر، شهر تضارب عقاید. ما کمتر شهری پیدا میکنیم که این همه اقوام و ادیان مختلف کنار همدیگه در سلامت زندگی کنن. نشون میده که این مردم به بلوغ فکری رسیدن. و مستحضرید من بارا عرض کردم شیرازی رو خیلی دوست دارم و طبعا دارم مزاح میکنم دیگه، روز عیده گفتی میخورده شوخی کنی، وگرنه کی جرأت داره با شیرازی های کشتیگیر شوخی بکنه. خب ما خیلی توی صحبتامون میگیم آقا ظهور کن، آقا بیا، العجل العجل العجل، بیا پاکارت وای میستیم، اصلا شک هم نکن. ما تو منصفانه چقدر پاکاریم؟ یه ادعای دیگه، یه ادعای. خیلی وقتی تو زندگی یه کاری ادعا میکنیم کاش این کار رو انجام میدادیم، بعدش که تو اون شرایط قرار میگیریم با خود میگیم چقدر سختی داشت، بی خود ادعا کردیم، ولش کن کاش نبود. عزیزی رو میشناختم یه دو سالی پوست خودشو شوهرشو کنده بود که این ماشین براش بخره، بعد فقط برای من یه ماشینی بخره، برای من آخرم یه پراید هاشبکی براش خرید. پرایدره که خرید اول خب شوق داشت، 3-4 روز اول هی میرسید و بعد دیگه الان همسرش میگفت این سالی یه ماه هم سوار ماشینه نمیشه، افتاده یه گوشه داریم، یه سخته بابا جا پارک پیدا کنم، یه بار بنزین تموم شده، یه بار پنچر شده، یه بار فلان. اینا از کجا معلوم این ادعای ما از این جنس نباشه؟
در زمان امام معصوم زندگی کردن خیلی خیلی ارزش داره، خیلی میارزه، اما سختی هم داره. طرف خدمت امام صادق رسید گفت آقا ای کاش شما اون قائم وعده داده شده باشید، چون میدونید دیگه سه تا از ائمه میشد ظهور شکل بگیرد در زمانش، یعنی قیام شکل بگیرد. یکی امام حسین بود، یکی امام صادق بود و دیگر امام مهدی عجل الله. امام حسین خب جامعه از آزمونهاش سر سالم بیرون نیومد. امام باقر امام صادق فرمود که تو هم میشه در زمان تو این اتفاق بیفته، منتها اینا نمیتونن شرایط فراهم کنن. منظور از اینا شیعیانن، فکر نکنید من دارم در موقع بقیه ادیان و مذاهب صحبت میکنم. اصلا ظهور گیر ماهاست، اینو من به شما بگم، حالا عرض خواهم کرد. طرف خدمت امام صادق رسید که آقا ای کاش شما قائم ما باشید و ظهور کنید چقدر خوبه. حضرت فرمود اگر اون ظهور شکل بگیره و شما جز مسئولین حکومت من باشید، صبح و شب باید کار کنید، پوستتون کنده است، بخور بخوری در کار نیست، صبح تا شب باید کار کنید، شب برنامه ریزی کنید باز برای فردا صبح. یه خوردی که حضرت توضیح داد براش که باید چی کار کنید چی کار نکنید، گفت خب ولش کن آقا، همون بهتر شما قائم اهل بیت نباشید. ما همش میگیم آقا العجل العجل، آقا بیا دیگه العجل، عجله هم کن زودتر بیا، نمیگیم تعال بیا، میگیم العجل عجل، خدایا زودتر بندازش. خب این حرف رو به امام حسین هم میزدن کوفیه ها، هرچه من معتقدم جامعه منتظر شیعی خیلی ربطی به کوفه نداره ها، یه تفاوت هایی هست، اما براتون دوتا نامه ای که کوفیه ها فرستادن برای امام حسین رو میخونم، قضاوت با خودتون. نامه نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، ثم لبسنا یومین آخرین، میگن دو روز آخر هم ما نشستیم با هانی و سعید ابن عبدالله حنفی و کتاب نامه اهما، با این دوتا کتابی نوشتیم. چی نوشتیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، لحسین ابن علی، برای حسین ابن علی، من شیعتهی من المؤمنین و المسلمین، از شیعیانش که مؤمنن و مسلم. اما بعد، این اما بعد تو نامه عربی یعنی خب شروع ماجرا، مقدمه رو گذاشتیم کنار. فحی هلا، به سرعت بیا، فان الناس ينتظرونك، مردم در انتظار تو هن. ما میگیم جامعه منتظر دیگه، مردم منتظر شما هستن. ولا رعی لهم فی غیرك، و هیچ کسی هم جز تو قبول ندارن. اگه همین الان صندوق رأی بذاریم، شما نفر اول رأی آوردی با بیشترین رأی ممکن، رأی و نظر اینا به شماست. فالعجل العجل، پس بجم آقا، عجله کن. ثم العجل العجل، باز هم تکرار میکنیم و بعدش هم باز هم همینو میگیم، آقا بجم سریعتر بیا. و سلام علیک، اون و سلام عرب هم موقع سلام میگه، وارد شدن میگه سلام، آقا خدافزش هم میگه سلام. اسمشو منتظره به امام زمان وقتشون هم دارن میگن بیا 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 بودو، عجله کن، ما که منتظرتیم. حالا اینا امام برای چی هم میخوان؟ تو نامه هاشون هست. چه درکی از جامعه دارن که امام میخوان؟ اینم باز تو هست تو نامه هاشون. نامه دیگه هست نوشته لحسین ابن علی، خطاب به حسین ابن علی، من از کی؟ سلیمان ابن سرد مختار، دیدید حالا اینا اسما رو میشناسید کیان دیگه، به قولی سلیمان ابن سرد خزایی، ول مسیب ابن نجبه یا نجبه، و رفاعت ابن شداد، و حبیب ابن مظاهر، حالا مظهرم گفتن ایشون و اسمشون، مظاهرم ما به علت مصطلح میگیم، عیبی نداره، مهم اینه که شما میدونید کی. یه سری بیمار داریم فقط میگن این ا ا نشه ا او نشه، اصل ماجرا داره از بین میره، فقط ا او او چسبیدن. و شیعته من المؤمنین و المسلمین من اهل الکوفه، و
و پیروان او یعنی امام حسین از کوفه. سلام علیک، سلام بر توی حسین. فکر کن دقیقا داریم میگیم سلام به توی امام زمان. چه فرق میکنه؟ امام حسین هم امام زمان سال 61 هجری بوده. چه فرق میکنه؟ اگه تو بگی بیا و اون آمادگی لازمه در خودت و جامعه به وجود نیاری، امام زمان رو به قتلگاه فرستادی. چون آخرین ذخیره الهی دیگه نمیفرسته. نداره دیگه، امام نداره رو کنه به قولی. آخرین ذخیره الهی بقیت الله. خدا هر همون راهمین امام داشته باشه میفرسته. 11 تا رو داشت فرستاد پشت سر هم. آقا دیگه نداریم آخریه. فلزا این امتحانا قبل اومدنش گرفته میشه. چی گفتن؟ گفتن فانا نحمد و الیک الله الذی لا اله الا هو، درود بر تو و ما با تو سپاس میگوییم خدای را که جز او خدای نیست. اصلا میخوایم خدا را سپاس بگیم اون خدای یکتا رو، اسم تو رو میاریم اول وسط. این چه اینا فهم دارن نسبت ما؟ آقا حبیب ابن مظاهر توشونه. اما بعد، فالحمد لله الذی قسم عدوك الجبار العنید، سپاس خدایی که دشمن ستمکار و سرکش تو را در هم شکست، یعنی معاویه. اینا دشمن شناس هم هستن. ببین ما الذی، کسی که الذی انتدى على هذه الامه، اون که بر این امت حمله میکرد، از مردم میکش، جنگ درست کرد، صفین درست کرد، فابتزها امرها و قصبها فیئها، خلافت رو امر رو به یغما برد، حقش نبود، به زور خودش رو خلیفه کرد و اموال امت رو غصب کرد. معاویه میدونید خیلی به آدمای مختلف رو میخرید، رشوه میداد، منتها با پول بیت المال این کارو میکرد، پول باباش این کارو نمیکرد. داریم ما در مسئولینمون هم داریم کسایی که از بیت المال شکمای دیگران رو گنده میکنن. اینا پیروان علی ابن ابی طالب علیه السلام نیستن، والله نیستن. اینا پیروان معاویه ابن ابی سفیانن. ولو صبح تا شب علی علی بگه. از جیب بابات بدی ایراد داره، باش کارچاخ کنی کن از جیب بابات بدی. اینا از جیب باباشون هم نمیدن، برخی از جیب بیت المال میبخشه. میگه بیا این پست مال تو به شرطها و شروطها. این کارا رو هم باید بکنی. این آدم میبینی اینو باید بذاری اونجا، الان بازارش داغه. معمولا اول دولتها داغه، شرط و شروط دارن. آقا این کار انجام میدیم بره هیئت مدیره ها. الان نامه هاییست که از سمت خیلی ها داره همجی میرسه و که آقا اینجا به این دلیل بعد چیزا ها، این حق و حساب ما یادت نره، یادت نره ما تو رو گذاشتیم از اینجا ها. خب این سیره معاویه است، سیره امیرالمومنین نیست. یه بند خدایی بود، خب خیلی از این کارا میکرد، تو مملکت گذاشتنش کنار. یه روز یکی از این آقایون انقلابی به من زنگ زد، گفت من دیگه پشت سر تو نماز نمیخونم. همینطور گفتم برای چی؟ چی شد حالا؟ نه که خیلی قبلش هم میخوندی. این نماده دیگه، پشت سر نماز نمیخونم یعنی عدالت قبولت ندارم. گفتم چطور؟ چی شده؟ گفت تو چرا در مورد این آدم، خب این آدم فاسدی بود، ما پیگیری کردیم، آدم برداشتن. پیگیری من پیگیری رسانه‌ایه، ول نمیکنم دیگه. بعد گفتم چرا ناراحتی شما؟ گفت شما نمیدونی ایشون بعضی جا کار ما هم گیر میکرد راه مینداخت. گفتم خب کار تو هم راه مینداخت، کار کسی دیگر هم راه مینداخت، کلا کار ایشون کار راه انداختن بوده، براش هم مهم نبوده طرف که. عجیب باباش هم نمیداد، از بودجه بیت المال میداد. بهش گفتم ببخشید حاج آقا، شما پیرو معاویه بن ابی سفیانی، معاویه این کارو میکنه، این سیره معاویه است. و تأمر علیها بغیر رضا منها، و بدون رضایت اونها فرمان روای اونها رو به دست گرفت، با زورگویی جنگ را انداخت، امیرالمومنین رو ترور کرد، امام حسن رو ترور کرد، به زور حکومت به دست گرفت. ثم قتل خیارها و استبقا شرارها، آدم خوبا رو کشت، آدم بدا رو زنده نگه داشت. ببین نه چقدر اصلا یه سرگردن بالاتر از بقیه تو نامه نوشتن. و جعل مال الله، و پول بیت المال رو قرار داد چی؟ بازیچه‌ای دست رشته، توپی که دست رشته میکنن،
بین جبابرتها و اغنیاها، بین ظالمین و مایه‌دارا. یه کاری کرد پولدارا فقط میتونستن پست بگیرن. بیت المال هم باز دست پولدارا بود. فبعدن له کما بعدت ثمود، پس دور باد از رحمت خدا همچنان که قوم ثمود از رحمت خدا دور بودن. فکر کنم امام حسین داره نامه رو میخونه. ما تازه نامه نوشتن هم ما فقط حرف زدیم. آقا بیا اینا نوشتن، امضا کردن، دادن به پیج. تو اون زمان سوار اسب شده، به تاخ رفته، چند روز تو راه بوده، رسونده به امام. آقا اینا منتظرتن. آقا بیا انه لیس علینا امام. آقا جان میدونید چیه؟ ما امام نداریم. اینا نوشتن چون ما گناه داریم، ما امام نداریم. آقا اون دنیا خیرتو میگیریم، ما بی کس و کار افتادیم یه کنجی، امام نداریم. فقبل، پس رو کن به ما، بیا سمتمون. لعل الله، باشد که خدا، شاید که خدا، ان یجمعنا بک علی الحق، خدا به واسطه تو ما رو دور هم جمع کنه برای احقاق حق. برکالله. بیا نخ تسبیح ما باش، این دونه های پراکنده که ریخته شده رو زمین رو جمع کن. خوب گوش کنید آه. اصلا اینجا جمع نشدیم و جشمش بگیریم که، ما رو دور هم جمع شدیم تجدید بیعت کنیم با امام زمان. اینها ها نمیخوای بیعت کنی، تجدید بیعت کنی، بذار برو خدا پدرتو بیاموزه. ما امام نداریم، بلند شو بیا به واسطه شما دور هم جمع بشیم و احقاق حق کنیم. و نعمان ابن بشیر، این نعمان ابن بشیر هم که الان حاکمه تو کوفه، فی قصر الاماره، تو این دارالاماره نشسته. لسنا نجتمع معه فی جمعه، ما اصلا نماز جمعه هاش هم نمیریم، دورش هم جمع نمیشیم، آدم هم حسابش نمی کنیم، قبولش هم نداریم. ولا نخرج معه الی عید، عید هم که میشه باش نمیرین. چه سنتی بود؟ عید فطر بود، میریختن بیرون. و همه بزرگان، خب اینا شیوخ عشایر و بزرگانن. ولو قد بلغنا، هر وقت که به ما برسه، ابلاغ یعنی دقیق مطمئن شیم به ما برسه، انک قد اقبلت الینا، ما مطمئن بشیم که قبول کردی بیای سمت ما، اخرجناهو، پرتش میکنیم از شهر بیرون، پرتش میکنیم از شهر بیرون. نلحقهو به شام، اینم زمیمش میکنیم به ما، اهل شام بره پیش رفیقش معاویه. و سلام و رحمت الله و رحمت الله علیه. چندی نامه دیگه هم رسید، 18,000 تا اینا شنیدید دیگه. بعد ببین یه نامه، یه نامه یه نفر نگه میگه 18,000 نفر، که بعضی از اینا شیوخ عشایر بودن، یعنی میگو خودم و کل عشیرم. یه نفر اسم نوشته بود، یعنی 10,000 نفر، من و قبیلم. امام جوابشونو داده. اینم چهار خط گوش کنید، جالب. بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین. اصلا آدم، من نمیتونم خودم به زور نگه داشتم گریم نگیره. بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی علیه السلام، از حسین ابن علی، حالا به شما، الی الملأ، به بزرگان، من المؤمنین والمسلمین، بزرگان اون شهری که بر من نامه نوشتن، شما مردم عادی که نوشتن، گفتم شیوخ عشایرشون جمع شدن، بزرگانشون نوشتن. اما بعد، مقدمه کنار، فان هانیا و سعیدا قدما علی بکتبکم، هانی و سعید نامهاتون رو رسوندن به من. و کانا آخر من قدم علی من رسولکم، آخرین نامه هم که رسید اینا رسید، قبلش هم خیلی آمده بود. و قد فهمت، من متوجه شدم، کل الذی تسستم، بالاخره من هم اون چیزی که شرح داده بودید و فهمیدم. حالا دیگه فارسیاشو برات بخونم وقت نیست. مقاله یعنی خلاصه حرف شما، مثلا مقاله که خلاصه کتابه، از قیل و قالتون جمع بشه اینه. مقاله اکثر شما این بود که ما امام نداریم، تو به سوی ما بیا، شاید خدا ما را به وسیله تو به حق هدایت و نزدیک نماید.
میگه فهمیدم شما منو میخواید برای اینکه به خدا نزدیک شید، وگرنه صرف حکومت که ارزشی نداره، که همه جا دنیا حکومت هست. اگر حکومت برای خدا بود میارزه. حالا چیکار میکنم؟ من میخوام از شما یه تستی بگیرم. بله و انا باعثون الیکم، من میفرستم برمی انگیزونم به سمت شما، اخی و ابن عمی، برادرم و پسر عمویم، و ثقتی، مورد اعتمادم، کی؟ من اهل بیتی، نزدیک من هم از اهل بیت منه، مسلم ابن عقیل، اینو میفرستم. اگر مسلم برای من بنویسد که آراء عموم اغلا و فضلای شما متحد باشد، همانطور که فرستادگان شما آمدن و نامه های شما را قرائت کردن، فرستاده که میرفت خودش ما حرف میزد دیگه، آقا اوضاع ردیف ها، فقط بیا آقا تموم کار، یعنی میشد قیام صورت بگیره ها. اینا پاکار وایستاده بودن، الان این قصه ها نبود، زمان امام حسین حکومت وعده داده شده رسیده بود. اصلا ما در روایت داشتیم وقتی سه تا اس پشت سر هم جور شد، اون ظهوره محمد، علی، حسن، بعدیش میتونه منجی باشه. گفتن خب محمد که پیامبره، علی هم امام علیه، حسن هم بعدش چیه؟ امام حسن مجتباست، بعدیش میتونه منجی باشه. در مورد امام مهدی هم همینه، امام جواد محمده، بعد امام هادی علیه، بعد امام حسن هست که حسن. معصوم یه طوری میفرماین، خیلی عجیب این ویژگی های کلام معصومه، یعنی شرط فراهم بوده ها، تموم بوده. ببین همه ماها که بیچاره شدیم، بدبخت شدیم تو نداشتن امام زمان، و تمام دنیایی که امام زمان ندید و به سمت بدبختی و بیچارگی و کفر و جنگ و کثافت رفت، اون دنیا خیر اینا رو خواهند گرفت. فاجعه است مسئولیت گردن ایناست، نمیتونم تصور کنم، نمیتونم ضرب و تقسیم کنم. میگم همین الان فقط 8 میلیارد دادم، دارن میمیرن و به دنیا میان، میگن عددی داره اضافه میشه، خیرتون رو میگیریم. اصلا امروز قراره من میخوام بترسونمتون، اگه اومدی دست بزنی یا قری بدی و اینا، حالا ما رفتیم انشالله مراسم باقیه، دستتم بزن قرتم بده. با شادی هم که من به شخص اخلاق من، کسایی که صحبت های ما رو گوش میکنن، هیچ مشکلی ندارم. بله، همانطور که فرستادگان شما آمدند و نامه های شما را قرائت نمودم، من به خواست خدا به زودی به سوی شما می آیم. باشه حرکت میکنم، زن و بچه من دارم میارم، زن و بچه من میارم که حجت تموم کنم، برگردم چش تو چشتون وایستم بگم نفسی ما انفسکم. امام حسین فرمود گفت جون من کنار جون شما، و اهلی ما اهلیکم، زن و بچه هم کنار زن و بچه شما، که فردا نگی زن و بچه شو گذاشته تنها اومده، زن و بچه خوش تو عافیته. از 6 ماه بچه 6 ماه من میارم، دختر 3 4 ساله هم برم دارم میارم، کسی نمیذارم بمونم، دار زار زندگیمو جمع کردم میام. باش به جان خودم، خیلی اینجاش عجیبه، حضرت میفرمون لعمری، به عمرم قسم که امام، بدونید اگه منو امام میخواید بذارید، طبق دستور قرآن و عدالت قضاوت خواهد کرد، و بدانید امام کسی است که دین حق را پذیرفته و جان خود را برای دین زندانی کند. حابس و نفسه، نفس خودش رو زندانی کنه برای دین خدا. خب آقا این اتفاق افتاد، بله تشریف بیاد، مسلم هم اومد، مسلم رو فریب دادن، یعنی با مسلم بیعت کردن، مسلم نوشت آقا درسته اینا، یعنی این قیس ابن مسهر بود چی بود اشتباه نکنم، یکی فرستاد مسلم، الان حضور ذهن ندارم، فرستاد، کار تمام شد، پشت مسلم رو خالی کردن. چرا؟ چون آمادگی های لازم رو نداشتن برای قیام. آقا ابن زیاد رسید تو شهر، وارد شهر شد برای اینکه بتونه بیاد تو، لباس سبز پوشید، نقاب زد، خودش شبیه امام حسین کرد. اینا درو باز کردن، اومد تو، دیدن ابن زیاده، همون اول گفت گنده‌ها اینا رو بگیرید بیاندید تو زندان. یه عده رو گردن زد، آقا ترس جون اومد وسط، یه عده زیادی در رفت. بقیه رو جمع کرد گفت ببین از فردا یارانه‌هاتون قطعه،
خودشون میگن خفنا ترحل اتا ترحل اتا، یه یارانه بود ماهانه میدادن، یارانه های هر کسی که بخواد به حسین کمک کنه قد، یارانه هر کسی که پسر عموش هم به حسین کمک کنه قد، یارانه هر کسی که تو عشیرش یه نفر به حسین کمک کنه قطعه، کل خانوادتون رو قطع میکنم حقوقشون. مسلم نماز مغرب رو خوند، برگشتید هیچ کی پشت نشسته، دنده عقب تو رکوع در رفته بودن. حالا تو حتی فرده بگو آقا بیا آقا بیا آقا بیا، تست هم که ندادی چجوری ازت تست بگیریم؟ نمیشه دیگه. اگه ما بفرستیم بخوام تست بگیریم، خب امام شهید میشه، آخرین ذخیره الهیه. چه راهی به ذهنتون میرسه؟ تمام این تستا رو قبل ظهور میگیره. یه سوال، مسلم معصوم بود؟ نه، یه آدم بود مثل من شما، آدم خوبی، اهل بیتی، خیلی خوب، اما اسمت ذاتی که نداشته مثل اهل بیت باشه، نبود. اما اینا ملزم بودن به حرف مسلم گوش بدن. همین جناب سلیمان خان سرد خزایی، مسلم گفت باید قیام کنیم. گفت تو چی کاره تشخیص میدی مثلا ما باید قیام کنیم؟ امام تو راهه، امام اومد باشه. گفت آقا من فرستاده امامم دیگه، من میگم. گفت آقا جو معصوم که نیستی که، چه فکر کی هستی؟ تهش اینه اگه یکی از صحابه باشی، تهش منم یکی از صحابم، الان 90 سالمه، سنم از تو هم بیشتره، از تو هم بیشتر میفهمم. اختلافات بروز کرد. بعضی از این کسایی که چوب لا چرخه موفقیت های یک جامعه میکنن، اینا خیلی کار خطرناکی دارن، مثلا نمیفهمن دارن چیکار میکنن. اینجوری بهتون بگم، واقعا این از سر دونستن نیست، شاید من اینا رو عمدن دارم میگم گوش چهار تا مسئول و غیر مسئول اینا برسه خودشون جمع کنن. بنده معتقدم جامعه شیعه با همین جمهوری اسلامی داره امتحان میشه قبل ظهور. دقیق. بیا حکومت میخواستید؟ بیا صدا سیما میخواستید؟ بیا. آقا ما اگه 20 دقیقه تلویزیون دستمون بود شاه و کله پا میکن، 20 دقیقه 20 تا شبکه 24 ساعت خدمت شما، بریم چیکار میکنیم؟ نه من اگه زمان امام حسین بودم ال میکردم، زمان امیرالمومنین بل میکردم. من اگه زمان امیرالمومنین بودم که اصلا با امیرالمومنین بلند میشدم کیسه برمیشدم میرفتم در خونه فقرا. داداش دم شما گرم، چه زحمت بکشید، فقرا رو میارم خدمت شما دم در اتاقتون، تحویلشون میگیرین؟ ضرب نخورید شما تا اونجا نیاید، نمیخواد کیسه رو دوشت بذاری، ماشین اختراع شده، موتور اختراع شده، بذار تو ماشین ببر در خونه هاشون. دست شما درد نکنه، ممنون، لطف فرمودید بودجه بیت المال رو برسون به دست همین بدبخت بیچاره ها. نشه اینجا که میگه شد بازیچه بین مایه‌دارا، دولت هم بین اغنیا منکم، از دست این مایه‌دار در میاد، دست اون مایه‌دار، این زمین رو میفروخت به اون، اون میفروخت کارخونه رو به اون، یکی اون یکی از اون یکی میگرفت. از این دعا فرمود ما اهل کوفه نیستیم. علی تناب باشه آقا جون خیلی عذر میخوام، شرمنده، ما نمیدونستیم شما انقدر آدم خوبی هستین، کوفی ها پدر سوخته، چشم، شرایط براتون فراهم میکنیم زیر کولرگازی، نبری کوفه 1400 سال بی زیر آفتاب، زل آفتاب، زیر کولرگازی براتون آپشن های ویژه هم خدمتون ارائه میدیم، خدماتمون آپشناله، شما تشریف بیارید فقط استفاده بفهم، یه نیم نگاهی هم به بدبخت بیچاره اون لالوها بکنید. از من میپرسن چرا تو مسئولیت نمیگیری تو جمهوری اسلامی؟ میگم من مردش نیستم به قرآن، میترسم به امام زمان قسم، میترسم والله العلی العظیم میترسم. شما خیلی مردید، دمتون گرم. میترسم اون دنیا پاسخگوی 80 میلیون آدم باشه، میترسم، میترسم با یه امضام یه پولی اینور اونور میشه اون دنیا خرکشم کنن بکشن ببرن، میترسم. میگن چرا تو مؤسسات یک قرون پول بیت المال بودجه نمیگیری؟ میگم نمیگیرم، میترسم، کارم سخت پیش میره، مردم کمک میکنن، مردم که میخوان کمک کنن، میگم کارمو سخت نکنی بگی فقط تو این زمینه خرج کن، من نمیگیرم اونجوری. یه بنده خدایی اومده بود
یادم نیست 100,000 تومان چقدر شارژ ایرانسل گفت باید بگیر. آقا تا 2 سال ما شارژ ایرانسل 2 تومانی خریده. بچه ها کسی شارژ ایرانسل نمیخواد؟ نه نمیخواد. خب چه خاکی تو سر افتادیم مردیم با این 2 تومانی ها چیکار کنیم ما؟ به خدا سال 90-91 موقع یکی دیگه 300,000 تومان پول داده بود اینا کتاب بخرید، کیک بخرید بدید به بچه‌هات. آقا گفتم بابا این چیزش هم مشخص کرده، مارکش هم مشخص کرده، نری ساق طلایی بگیری یا برای میخوان کمک کنم. میگم آقا دستم باز بود، الان همینجا میگم هر چه میخواد کمک کنم دست ما رو داره به یه شماره حسابی مثلا پول میزنه، کمک میخواد کمک فقط دست ما رو باز بذاره. من نمیدونم. بعد تو اینجا میشینی بعد سر و کله میشکنی، بعد زیراب میزنی، بعد خالی میبندی، بعد وعدهای الکی میدی که برسی به اون صندلیه. بابا خیلی کار درسته، دمت گرم انصافا. توقیه آخر عرضمه. امام زمان نامه، توقیه یعنی نامه. امام زمان به شیخ مفید نوشته، یه بخششو نقل شد، میگه قال مولانا الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، و آقامون مولامون امام زمان فرمود، یه سلام درست حسابی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دم شما گرم. ولو ان اشیاعنا، و اگر به راستی شیعیان ما، وفقهم الله لطاعته، که خدا توفیقشون بده خدا رو خوب عبادت کنن، طاعت خدا کنن، بنده خدا باشن، چاکرگو این آقا اون آقا نباشن، لطاعته، الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، اگر قلباشون مجتمع میشد دور چی؟ دور وفای به عهدی که باشون بسته شده. امروز میخوام تجدید بیعت کنیم دیگه، عهد ببندیم. امروز میگم اگه قلباشون دور همین بسته چی میشد؟ لما تأخر عنهم الیمن بلقانا، سعادت دیدار ما ازشون گرفته نمیشد، که زور مشک میگرفت. اینجا گفته اگه سنی ها، اینجا گفته اگه مسیحی ها، اینجا گفته اگه یهودی ها، اینجا گفته اگه کفار، اینجا گفته اگه غیر شیعه. نمیگم اینا بدن آدم های بدی، نه میگم فقط ما ایم. اصلا دارم به خودم فقط فحش میدم، مشکل ما ایم. میفرماد ولو ان اشیاءنا، شیعیان ما ازشون گرفته میبود، و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنان میگشت. دیداری به مشاهدتنا علی حق المعرفت و صدقها منهم بنا، بر مبنای شناختی راستین و صداقتی از آنان نسبت به ما. واقعی الکی ایلاف بزنید یه ما که تعدلتون رو میخونیم، امامی ما میریم اینا کدوماش لاف الکیه. علت مخفی شدن ما از آنان چیزی نیست جز آنچه از کردار آنان به ما میرسد. میگه ما که آمار کاراتون رو داریم، بدونید کاراتون، پرونده هاتون که ما عرضه میشه ما میخونیم، و ما توقع این انجام این کارها رو از آنها نداریم. مانع ظهور من و توی امام ظهور کرده، لقبش چیه؟ قائم. او که قیام کرده که. ما چرا قیام نمی کنیم؟ خب ما گیریم، وزنه بهمون آویزونه، دنیا، حب جا، مقام، شهرت، اینجور چیزا اینقدر به اون بندوبیل آویزونه که برخی از این رذایل اخلاقی تو ماها بیشتره، تو ماها که انگشتر عقیق دست می‌ندازیم بیشتره، تو ماها که تسبیح می‌گردونیم بیشتره، تو ماها که ریش می‌ذاریم بیشتره. آدم هست سر وضعش هم می‌بینی استانداردهای لازم رو کسب نمی‌کنه، همچین دل به دل امام زمان داره که نگو. به خدا دیدم میذارم براتون میگم، من محل رجوع مردمم. اهل غیبت نی، اهل تهمت نیست، بکشیش پشت سر کسی حرف نمیزنه، تهمت نمیزنه. چون ما تو خانواده هم باید جمع کنه پشت سر هم گرف زدن، چون مادر غیبت نکن، چون هر کی دوست داره غیبت نکن. آقا جون پس مانع ظهور ما این. و نکته مهم این نتیجه این که هیچ چیزی مانند تشکیل و حکومت امتحان نیست. همه چی شد؟ مرجع تقلید داشتیم، محل رجوع مردم، تا
تست حکومتی سراغش اومد از یه پستی گرفت تو مملکت، بعد یه خورده جابجا شد، شما ندیدی چیکارا کرد. ما که دیگه باید بریم بوق بزنیم. تا حکومت نباشه بله، شما اصلا بغل بشین استاد اخلاق باشیم، سلام علیکم اینا خیلی خوبه. بیا تو حکومت دوتا عزل و نصب انجام بده، از فردا چپ و راست مملکت بهت حمله کردن، اون موقع هم ببینم اینجوری میمونی یا نه میگی خب اینو بنزدش بیرون. چرا بنزمش بیرون؟ نه خیلی داره انتقاد میکنه. به کی انتقاد میکنه؟ به تو مگه انتقاد میکنه یا به اسلام انتقاد میکنه؟ مگه تو اسلامی الزامه؟ این خیلی حرف میزنه، یه حالیشو بگیرید. اینو از این دایره قدرت بنزید بیرون، تو به دایره قدرت اضافه کنید. اینجور جا میزنه تا حکومت تشکیل نشه. همینه، بنده معتقدم جمهوری اسلامی اون تست قبل ظهوره که شیعیان بسم الله نمیخواد بیا. مگه مسلم معصوم بود؟ فرستاده امام، نائب امام بود. بسم الله یه نائب امام میفرست بریم چه میکنید شما؟ حکومتی که کارو سخت میکنه. ببین بارها کسایی که امیرالمومنین حقشون رو گرفتن و حق امیرالمومنین گرفتن تو 70-80 جای کتب برادران اهل سنت است نوشته لولا فلان لهلک، لولا علی لهلک مثلا فلان. اگه علی نبود من هلاک میشدم. عجب علمی داشت علی، هر جا گیر میکردم از علی سوال میکردم. درسته؟ هر جا از علی سوال میکردم. خب اینا اعتراف میکنه، خب شما که انقدر میگه علی ابن ابی طالب عالمه، حکومت هم بده به ایشون. نه شرمنده، حکومت دیگه نه. آقا من میخوام بدونم در سقیفه چیو گرفتن از امام علی؟ امامتشو گرفتن؟ نه دیگه. امیرالمومنین واسطه فیض الهی نبود؟ نه. شب قدر دیگه سرنوشتا رو مثلا تنظیماتش انجام نمیداد، نمینوشت؟ نه. چی؟ فقط گفتن حاکم نباش. همین. این همه حضرت زهرا، این همه بالا پایین، این طرف اون طرف در خونه ها رو بزن، خطبه فدکی، چی؟ یه حکومت. برای کی حکومت گرفتن؟ برای چی؟ برای اینکه اینقدر یه حکومت میتونه توی تثبیت عقاید مردم موفق باشه و برعکس تو خطا خراب کردنش. آقا جان امروز همه یه حرف همینه، من و تو باید رأی بدیم. رأی ندیم من پدرمون اونور در میرم بدون، و دقیق ترین رأی رو باید بدیم و خیر الموجودین رو باید انتخاب بکنیم، بهترین رو. اینا رو گذاشتم بعد انتخابات بگم، گفتم قبل انتخابات بگم، اینا فردا برمیگردن میگن این میگه منظورش اینه به ایکس رأی بدید به ایگرگ رأی ندید. گفتم جهنم و ضرر، یه سال سکوت میکنیم انتخابات رد میشه بعد حرفامو میزنم. الان که انتخاباتی در کار نیست که ما، چه اونایی که رأی نمیدن میگه چرا بی تفاوت بودی؟ میگه دوام هم فایده نداشت. کی گفته فایده نداشت؟ یه اپسیلونی فایده داشته باشه تو باید کنشگری کنی. اینجا دیدی چی گفتن؟ گفتن رأی ما به توه. به حسین گفتن نظرم رو شماست، نظر همه رو شماست. آقا بیاید کاندیدای اولی رأیو میاری، دور اول رفتی یا دور دوم نمیکشه انتخاباتون. خیلی مهمه. اصلا اینجوری کشور عادی نیستش که مثلا میگین آمریکا، آرژانتین، شیلی، نمیدونم عربستان سعودی اسلامی مثلا، اینا نیست. اینجا گفتن خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت. این مردم اگه خون دادن به خاطر امام زمان بوده، خیلی واضحه. تمام مثلا فکر دیگه ای نکنید. مردم قبل انقلاب مردم نماز نمیخوندن، میخوندن. عزاداری نبود؟ خب بود که. مرکزی حج نمیره؟ خب میرفتن که. نه ما میخوایم اون تستا رو بدیم، ما میخوایم اعلام کنیم ما امام زمان بعد برام بیاد. بسم الله شما بگو چیکار کنیم. این عزیز من جنگ میاد ببینیم چقدر ریزش میکنن، مشکل اقتصادی میخوره ببینیم چند نفر میدوزدن. فکر کن شیعه خانه امام زمان مشکل اقتصادی داره، تحریمی داره، بعد این پدر سوخته باز داره از همین تحریما میدوزده، این دیگه کیه؟ اینا با شمر محشور میشن. ولو دستاشو بندازه مهر بذاره زمین نماز بخونه، تو هیئت هم صبح تا شب سینه بزنه، بابا عمل تو عمل شمر ابن ذوالجوشنه. کسی تو خیمه امام حسین وقتی تحریم آب بود، خیمه سوراخ تو خیمه امام حسین وقتی تحریم آب بود، مشک و سوراخ نکرد. شما کسایید که بعضیاتون که وقتی تحریم هست
دارید تو خیمه جمهوری اسلامی مشک سوراخ میکنید. تو بدتر از اشقیای کربلایی. اشقیای کربلا آبروی شیعه رو نمیبرن تو آبروی شیعه. فردا مردم برمیگردن میگن اه اسلام این بود؟ حکومت شیعه این بود؟ نکنه زبونم هزار مرتبه لال هزار یا امیران ما رو ببخش، نکنه چیزم همین بوده، زمان امام علی هم همین بوده، حالا به مرور زمان تغییرات دادن تو متون دینی. حواسمون باشه. در پایان هم من همینجا تو این مراسم عمومی پخش زنده هم داره میره، خودم به نوبه خودم حلالیت میطلبم از هر عزیزی که من رنجوندمش، خواه بدونم خواه ندونم. دیروز تهران من وایستادم جلو در سوپرمارکتی، بغلش نون بربری بود، برم نون بربری بگیرم. نون که رفتم گرفتم، بعد رفتم اون طرف یه چیز دیگه بیرن، ماشین راه افتاد و راه انداختم ماشین، رفتم اون طرف وایستادم، چیز وسیله که میخواست من نداشتم، اومدم تو ماشین نشستم، دیدم یه نفر پرید رو کاپوت، پرید و قشنگ اینجوری. گفتم این دیگه خیلی هوا داره بنده خدا. گفتم وایسا، فکر کنم من شناختم، مثلا یه دقیقه کارت دارم این نخواد نرم. دیدم خیابون بسته شد، گفتم با من میام کنار. همینجوری آینه ماشین گرفته به من میاد، دیگه چی من تو این 10 12 سال اینجوریشو ندیده بودیم دیگه. بعد گفتم چی شد؟ گفت داداش کجا داری میری؟ گفتم جایی نمیرم. بگو چیه؟ فهم گفت دبه خیارشور انداختی. گفتم دبه خیارشور کجا بود؟ گفت جلو در اون سوپریه ما داشتیم خیارشور، این دبه به اون دبه راه افتادی بغل گلگیرت گرفت، اومدم دیدم 10 کیلو خیارشور ریخته تو جوب. و گفتم آقا والله من نفهمیدم، باش چش کارتم دو دستی تقدیم کردم، گفتم بکشرج. گفت چقدر بیدون؟ چه میدونم چند کیلو اینا. گفتم فقط راست حسینیش اینا له کن دوباره نشوری بذارین تو بخورد ملت بدی. بعد حالا هر چقدر شد کشید و رفتم. گفتم خب خدا رو شکر فهمیدیم. اگر من وای نشسته بودم اون طرف بخوام خرید کنم رفته بودم. چند تا این دبه خیارشو رو انداختیم نفهمیدیم، چند تا تو این خیابونا بوق زدیم مریض بوده تو خونه پریده نفهمیدیم، چند بار ناخواسته عصبانی بودیم مشکلات داریم آدمیم دل کسی رو رنجوندیم، چند بار یکی اومد یه گوشه یه نمیدونم کاری بکنه یه چیزی ازم خواست نشنیدیم. ایناش که میفهمیم تازه خرابکاری داریم، ایناش که نفهمیدیم چیه. من همینجا واقعا اعلام میکنم، اگه من واقعا حلالیت میطلبم از خانوادم، از نزدیکانم، از دوستانم، از هر کسی، از اون کسایی که از اون کسایی که علیهشون سخنرانی کردم به ناحق بوده بخشایش، مندا خدا وکیلی، خدا وکیلی به قول همشهر شما، خدا وکیل خدا وکیل. خب بنام این بوده برحق باشه حرفام در تمام این سالها. خیلی حرفا مطالبی به من رسیدن نزدم، گفتم مطمئن نیستم فلان، گفتم شاید، گفتم بعضن، قید براش گذاشتم اینجوری حلالیت میطلب. آقا چه فایده فلان، آقا همین الان اگه تا زندم بخشیدی هر چی ثواب مواب دارم تقسیم میکنم 1.5 برابر، اما اگه بعد مرگم بخوام اون ور خرمو بگیری اون موقع هیچ دیگه میذارم مساوی دیگه هیچ، اون وقت فایده نداری، اون وقت پدر ما رو در بیاری وایسیم بریم تو صف. خب دنبال حلالیت گرفتن از هم باشیم، دل هم دیگر نشینیم، زیارت عاشورا میخونیم میگیم سلم الله من سالم اکم، من با کسایی که با تو خوبیان تو خوبیم با هم خوب باشیم، ما مردم خودمون به هم رحم کنیم، همه هم محب اهل بیتیم، غیر شیعیانمون هم محب اهل بیت، به هم رحم کنیم. ببخشید طولانی شد. قرار بعد از مدعای برادران بزرگوارمون یه عهدنامه هم قرائت بشه، از بنده خواستن قرائت کنم و شما هم آخرش سه بار لبیک یا مهدی میگید و تایید میفرمایید، اگه دوست داشتید الکی نگید و نخواستید نگید، ببینید مفادش چیه. بعد و انشالله حالا چه این عهدنامه به صورت نمادین قرائت بشه، هر جای زار زندگی خودمون گیر کردیم در خونه امام زمان بر نگردید، هر کاری هم کردید دوباره برگردید همونجا که خونه اهل بیت درش در بسته نیست. سرتون درد دادم ببخشید، مراسم با تأخیر شروع شد به خاطر آفتاب و مراعات های کرونایی و این قصه، من عذرخواهی میکنم. تجلیل فرج امام زمان صلوات نبفرمایید.